سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. در این برنامه میخوام به سوالات شما در مورد اختلال در تجربه اوج لذت جنسی یا اختلال اورگاسم بپردازم در خانم ها و آقایان. برای اینکه این قضیه رو بهتر بتونیم درک بکنیم و راجبش صحبت بکنیم، باید اول ببینیم که چرخه رابطه جنسی اصلا شامل چه قسمت هاییه. در وهله اول تو این چرخه رو که در نظر بگیرین، برانگیختگی جنسی وجود داره. ممکنه یه لمسه، ممکنه یک تصویر، یک محرکه، هر چی که هست تحریک جنسی رو فرد دریافت میکنه. بعد برانگیختگی براش پیش میاد که از نظر روحی شروع میکنه به آماده تر شدن برای برقراری یه ارتباط جنسی. و اینی که و ارتباط جنسی اینجا فقط دخول نیست، اینم تاکید بکنم. و بعد پیش میره که برانگیختگی جنسی منجر میشه به نوز برای آقایون اگر که این تماس و این محرک ادامه پیدا کنه، و برای خانم به این منجر میشه که پرخونی ناحیه تناسلی اتفاق میفته و ترشح مواد لغزنده کننده که به صورت طبیعی بر خانم ها اتفاق میفته در زمان برانگیخته شدگی. بعد از اون اگر که این برانگیخته شدگی باز ادامه پیدا بکنه، به مرور به یک مرزی میرسن که احساس میکنن که دارن برای آقایون به طور خاص وقتی که حالا چه خود ارضایی میکنن، چه دخول، چه از طریق دیگه ای، احساس میکنن که به یک قله دارن نزدیک میشن. وقتی که این قله رو بهش رسیدن، بعد از اون دیگه به سرپایینی میان که اینجا اون اوج لذت جنسی رو تجربه میکنن. معمولا با یک اختلاف خیلی کوچیک زمانی انزال هم تجربه میکنن. بعد از اون به سمتی میرن که عضلاتشون ریلکس میشه، شل میشه و به حالت استراحت میرن به اصطلاح، که بلافاصله نمیتونن دوباره نوز برقرار ایجاد بکنن. بعد از اون دوباره میتونن بعد از این مدتی این چرخه رو ادامه بدن. برای خانم ها اگر که دارن از طریق کلیتوریس تحریک میشن، حالا از طریق رابطه که با همسرشون دارن یا خود ارضایی، اونا میتونن این تجربه بکنن که به بالا میرن، به اینجا میرسن، بعد میان به پایین. برای خانم ها چیزی که وجود نداره، اون دوره استراحت معمولا برای خانم ها وجود نداره. یعنی خانم ها میتونن پشت سر همین چرخه رو هی تکرار بکنن. این یه تفاوته. تفاوت دیگه هم اینه که یک نوع دیگه از اورگاسم یا اون لذت جنسی که خانم ها میبرن از طریق دخول یا تحریک داخل واژنه. این حالت وقتی که پیش میاد، خانم ها این لذت وقتی تجربه میکنن، اکثرا نمیان تو گزارش ها بگن که ما به یک قله‌ای به قول معروف رسیدیم بعد اومدیم پایین. اینطوری توصیف میکنن که به این صورت میرن با شدت های مختلف، تعداد های مختلف، و هیچ وقت به اونجایی نمیرسن که احساس میکنن که به یک نقطه رسیدن بعد رها شده. بعضی از خانم‌ها که اینو نمیدونن، زمانی که شروع میکنن که دخول داشته باشن، مخصوصا اگر قبلا تحریک با کلیتوریس تجربه کرده باشن، احساس میکنن که پس من هرگز اورگاسم نداشتم. در صورتی که مدل اورگاسمی که از طریق دخول فرد داره با مدل اورگاسمی که با تحریک کلیتوریس، احساسش متفاوته. همینجا اینو بگم که برای خانم ها در تمام گزارشاتی که الان ما در دستمون هست تا به امروزه، گزارش شده که تحریک همزمان داخل واژن و کلیتوریس همزمان خانومو به از نظر شدت و از نظر لذتی که میبره به بالاترین حدی هستش که میتونه برسه از این طریق اورگاسمی که بهش میگیم اورگاسم ترکیبی. مدت اورگاسم سوال کرده بودن که چه مدتی طول میکشه خانم یا آقا این قضیه تجربه بکنه. بین 3 تا 7 دقیقه معمولا، خیلی متفاوته، ولی بین 3 تا 7 دقیقه برای آقایون گزارش شده به صورت میانگین و که به اون نقطه برسن و انزال برشون اتفاق بیفته. برای خانم ها به صورت میانگین 20 دقیقه طول میکشه. همینجا یک نقطه تفاوت خیلی بزرگ خانم ها آقایونه. آقا زمانی معمولا به سمت خانم میاد که اون مرحله تحریک رو گذرونده، نعوز رو داره، یعنی نصف راه رفته، بعد به سمت خانم میاد. بنابراین وقتی که به سمت خانم میاد، خانم که بعد از اینجا شروع کنه توقع میره از اینجا باشه. و حالا بر اساس تفاوت جنسی هم که دارن، خانم همینجوریش 20 دقیقه طول میکشه، آقا حدود 7 دقیقه طول میکشه. برای همینه که پیشنوازی خیلی خیلی مهمه. بنابراین کاری که میتونین بکنین این نیستش که خیلی دلهوره بگیرین، فکر کنین که هر دو باید با هم ارضا بشین. اینم بگم، اینی که میگن ارضای همزمان یک افسانه کاملا بیپایه است و اینجوری نیستش که خانم ها آقایون با هم دیگه خیلی هماهنگ باشن و با هم به اون نقطه برسن. ولی کاری که میتونین بکنین، یعنی باید بکنین واقعا برای سلامتی جنسیتون،
اینه که هر دفعه که رابطه جنسی دارین سعی بکنین که این چرخه برای هر دو نفرتون کامل بشه. مهم نیست چطوری، ولی وقتی که مثلا آقا به انزال میرسن، برای خانوم دیگه با دخول نمیتونن ادامه بدن چون نوزشون از دست میدن، ولی اشکالی نداره، میتونین ادامه بدین با تحریکات دیگه که خانوم حداقل از طریق کلیتوریس، تحریک کلیتوریس، اون اوج لذت جنسی رو تجربه بکنن. این نه تنها همدلی رو میاره، همینی که به خانمتون نشون میده که شما خودخواه نیستین که فقط به خاطر خودتون این رابطه رو برقرار میکنین، مهمتر از همه به مغز این خانم این پیغامو میده که هر دفعه که تو بخوای رابطه جنسی داشته باشی، من اینجا هستم تو رو آماده میکنم. چرا؟ چون که آخرش یه چیزی برای مغز پاداشی وجود داره. تندرست و شاد باشید.